سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت 14 از شاهنامه به نثر و بررسی دوران ساسانی پیش شما برگشتم. توی این قسمت قرار دوران پادشاهی هرمز دوم رو با هم بررسی کنیم. اگر ما رو همراهی کرده باشید تا الان میدونید که تا دوران نرسی پدر هرمز براتون توضیح دادیم و گفتیم که در دوران نرسی ایرانی‌ها یه شکستی از رومی ها میخورن و بخشی از سرزمین ساسانی رو به عنوان باج میدن به رومی ها و مرز روم و ساسانی از فرات به دجله تغییر میکنه و بخش های از ارمنستان و گرجستان و حتی آذربایجان هم به رومی ها داده میشه و خب این یک اتفاق خیلی خوشایند هست در تاریخ روم و رومی ها از این به بزرگی یاد کردن از این دیوکلسین پادشاهشون که تونست این کار رو انجام بده. حالا رسیدیم به دوران هرمز پسر نرسی که این شکست رو خورده و توی شاهنامه باز هم خیلی این دوره نکته خاصی نداره و چیز خاصی گفته نشده. یه بار براتون میخونم و بعد برمیگردیم و بررسیش میکنیم. وقتی اورمزد بر تخت نشست، دست اهریمن را کوتاه کرد و گزند را نهان ساخت و آفریدگار جهان را ستود و پیروزی و خوشبختی خود را از او دانست و به نیکی روی آورد و توحیدستان را گرامی داشت. او 9 سال فرمان روایی کرد و پس از آن چهرهش مانند گلی زردرنگ گشت و مرگش فرا رسید بیان که پسری داشته باشد تا پادشاهی را به او بسپارد. این گونه اورمزد از دنیا رفت و تخت پادشاهی را بی سر و سامان رها کرد. دوران هرمز 9 سال طول میکشه طبق متن شاهنامه و اون چیزی که گفته شده اینه که زمانی که داره از دنیا میره پسری نداره که حضور داشته باشه، زنده باشه و جانشینش بشه و به این ترتیب حالت بی سر و سامانی میگیره. ولی موبدان میرن میگردن توی اون حرمسرا و میبینن یکی از همسران هرمز بارداره و تقریبا زمان زایمانش فرا رسیده و تاج رو به سر همون مادرش میذارن تا زمانی که این بچه به دنیا بیاد و اگر پسر بود جانشین هرمز بشه، که بعد از فکر میکنم 1-2 ماهی به دنیا میاد و اسمش رو میذارن شاپور، که این شخص همون شاپور دوم هست که معروف به ذوالاکتاف هست. این چهره آقای هرمز رو اینجا میتونید ببینید. طبق حالا اون سکه ها و سنگ نگاره هایی که موجود بوده، آقای رسولی پور تقریبا نزدیکترین حالت به واقعیت رو به تصویر کشیده. دوران هرمز رو اگر بخوایم تو منابع رومی بررسی کنیم، مورخانی مثل آگاسیاس، الیاس نصیبینی و اوتروپیوس کسایی هستن که اگر دوست داشته باشید ببینید توی منابع رومی درباره هرمز چی گفتن، میتونید به کتاباشون مراجعه کنید و بخونید. هرچند آگاسیاس خیلی مغرضانه نگاه کرده به تاریخ و خیلی بد تصویر کشیده شاهان ساسانیو و تا جایی که تونسته چهرهشون رو به سیاه‌ترین حالت که تونسته بیان کرده. توی دوره هرمز، حالا تو همین 9 سالی که هست، یکی از اتفاقات مهمی که میفته اینه که تیرداد 4 پادشاه ارمنستان مسیحی میشه و به تبع این و به پیروی از این بعضی از بزرگان ارمنستان هم مسیحی میشن و بخشی از مردمش. خب این یک اتفاق ناخوشایندی برای ساسانیا هستش، چون که مسیحیت خب یه احساس نزدیکی با روم داره، چون اونجا مسیحی‌ها زیاد هستن و به زودی حالا میبینیم که کنستانتین اول پادشاه روم هم مسیحیت رو دین رسمی اعلام میکنه و اوضاع خیلی پیچیده‌تر از این حرفا میشه. خب این اتفاق در دوران هرمز اختلافات زیادی رو ایجاد میکنه در محدوده ارمنستان برای ایران و روم. تقریبا بخش مسیحی ارمنستان تمایل داره به سمت روم و بخش زرتشتیش تمایل داره به سمت ساسانی. اوضاع جوری هستش که کار به جای میرسه که تاریخ نویسای مسیحی ارمنی تو این دوره حتی میان و تاریخ رو تحریف میکنن و اسم بعضی بزرگان زرتشتی رو نمیارن و یه جورایی دارن پاک میکنن اونا رو از صحنه روزگار و میبینید که قدرت و سیاست چجوری داره تحریف تاریخ رو انجام میده. یه سنگ نگاره هم داره آقای هرمز که اینم اگر ببینید اینجا، خب این سنگ نگاره‌ای هستش که از آقای هرمز باقی مونده و می‌بینید که حالا با یک نیزه‌ای سوار بر اسب یک شخصی رو داره سرنگون می‌کنه. در نوع خودش خاصه اصلا این سنگ نگاره به این شکل و سرنگونی اون رقیبی که هست. حدس‌های مختلفی زده میشه اما همه حدس‌ها بر این هستش که با توجه به اون حالا شکلی هم که روی اون کلاه اون شخصی هستش که داره
سقوط میکنه، این شخص یکی از بزرگان دوران ساسانی و ایرانی هستش، یکی از بزرگان ایرانی هست و این نشون میده که احتمالاً یک سری اختلافاتی در این دوره هرمز با خاندانهای ساسانی داشته و یک سری درگیری های داخلی داشته، با توجه اینکه بعضی گزارش ها هرمز رو خیلی تندخو و سختگیر هم گفتن و احتمالا این سنگ نگار یک جنگ داخلی رو داره گزارش میده، هرچند گزارش خاصی از این جنگ به ما نرسیده. دو تا رویدادنامه داریم، یکی سئیرت و یکی اربیل. این دو تا رویدادنامه گزارش جالبی میدن از حمله آقای هرمز به روم و تاریخ بلعمی هم گزارش میده از حمله هرمز به اعراب قسطانی. خب توی رویدادنامه سئیرت و اربیل گفته شده که به روم حمله میکنه و اونجا بعضی شهرها رو تصرف میکنه آقای هرمز، و در تاریخ بلعمی هم گفته شده که به اعراب قسطانی پیام میده که بعد بازگذار بشن، اونا قبول نمیکنن، حمله میکنه، شاه اونا رو از بین میبره و بعد از این اعراب در پی انتقام برمیان و یک حالت شبیخونی میزنن و در این شبیخون حالا شکستی رخ میده و هرمز توان پاسخ دادن به این حمله رو نداره و بعد از اون از دنیا میره. حالا بعضیا میگن در اثر همین حمله از بین رفته، یعنی اعراب از بین بردن، یعنی کشتنش. بعضیا میگن نه، احتمال میدن که یک شورش داخلی بوده، بعضی سران و بزرگان اونو کشتن. ولی به هر حال گزارش حتی داریم که توی در حال شکار هم این اتفاق براش افتاده، یعنی توی در حال شکار مرده. ولی به هر حال بعد از این واقعه هستش که هرمز از دنیا میره. این نکته اعراب قسطانی نکته مهمی هستش که نیومدن زیاد بررسیش کنن، حالا تو قسمت شاپور دوم پسر هرمز اینو کامل براتون شرح میدم که چه اتفاقاتی افتاده و چه تأثیراتی در دنیای اون روزگار و آینده ایران و روم و کل دنیا داره این اتفاق. یک نگاره دیگه هم با توجه به اون سکه های و نگاره هایی که از مونده از هرمز، این نگارم با این تاج میبینید که ازش موجوده که آقای رسولی پور زحمتش رو کشیده. اینجا هم یک تاجی هست که حالا شبیه یک عقابی با بال هستش و شاید هم با همون ایزد بهرام اشاره داشته باشه. این نگاره هم از هرمز باقی مونده. کل دوران هرمز چیز خاصی بیشتر از این نداره برای گفتن و کلیتش همین هستش که چون 9 سال هست خب اتفاق زیادی هم قرار نیست بیفته و کلیتش اشاره به این داره که یک درگیری هایی حالا داخلی هست، یک درگیری هایی مرزی با روم و عرب قسطانی. این تمام چیزی هست که از هرمز دوم لازم بود برای شما توضیح بدیم. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. تا قسمت بعد، بدرود.